برای نخستین بار ترجمه کامل قرآن کریم به زبان روهینگیایی به صورت صوتی و تصویری منتشر می شود. تلاش های گذشته برای ترجمه قرآن به زبان روهینگیایی ناقص و بیشتر در قالب متونی بوده که در آن از الفای اردو، عربی یا لاتین استفاده می شده است. بیسوادی در میان روهینگیایی ها رواج دارد و بیشتر آنها اکنون در اردوگاه های پرجمعیت پناهندگان در بنگلادش زندگی میکنند. آنها دهها سال است که از سوی حکومت میانمار که حتی حاضر به استفاده از نام اقلیت قومی برای آنها نیست از تحصیل و شغل محروم شدند برخی از این مهاجران روهینگیایی مانند نور که والدینش در دهه 1960 از میانمار به خاور میانه گریختند سعی در احیای فرهنگ و میراث جامعه دارند اما در حالی که یک ممیز هشت میلیون نفر به زبان روهینگیایی صحبت می کنند الف با و و واژگان آن تقرنها تغییرات زیادی کرده است نور میگوید آنچه اتفاق افتادیم بود که افرادی که در پاکستان یا هند تحصیل کردن ترجمه قرآن را به زبان اردو می و کسانی که در کشورهای عربی متولد و بزرگ شدن ترجمه ها و تفاسیر را به عربی می خانن. اما بیشتر روهینگیایی ها نمی توانند هیچ کدام از این زبان ها را بخوانند. وی میگوید ما می خواهیم قرآن را به صورت صوتی و تصویری به روهینگیایی ها ترجمه کنیم تا عموم مردم به معنای آن دسترسی پیدا کنند از این روی این کمپین فعلا روی نسخه متنی متمرکز نیست شاید بعدا این کار را انجام دهیم